26 روز اسفند ماه برابر با 17 مارس، روز ملی ایرلند. ایرلند جزیره ایست در اقیانوس اطلس در اروپای غربی و همسایگی انگلستان با جمعیتی در حدود 3,700,000 نفر، اغلب دارای ملیت ایرلندی، پیرو آیین کاتولیک، با دو زبان رسمی ایرلندی و انگلیسی که پایتختش شهر دوبلین و واحد پولش یورو می باشد و نظام سیاسی این کشور جمهوری است. سال 55 پیش از هجرت برابر با 568 میلادی، امپراتور جستین دوم به رغم مفاد عهدنامه سال 561 دو امپراتوری ایران و روم با سرکرده طوایف شبه زرد آسیای میانه معاهده دوستی و کمک متقابل امضا کرد که بوی ضدیت با ایران از آن به مشام می رسید. سال 14 خورشیدی برابر با 636 میلادی، در جریان گسترش متصرفات اسلامی، اولین نبرد مسلمانان با رومی ها در شمال دریای سرخ روی داد و سپاه مسلمانان رومیان را شکست داده جنوب فلسطین و بیت المقدس را تصرف نمودند. سال 273 خورشیدی برابر با 895 میلادی، در گذشت ابو حنیفه احمد ابن داوود دینوری، ادیب، فیلسوف، حکیم، منجم و ریاضیدان ایرانی. سال 1167 خورشیدی برابر با 1789 میلادی، زادروز جورج سایمون اوهم، فیزیکدان آلمانی که قانون اوهم را نوشت و در زمینه فیزیک از جمله صدا و مقاومت‌ها و الکتریسیته قواعد و تعاریف متعددی به دست داد. سال 1208 خورشیدی برابر با 1830 میلادی، زادروز پل لودویگ فون هیس، داستان نویس شهیر آلمان که نخستین نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل در ادبیات به شمار می آید. سال 1291 خورشیدی برابر با 1913 میلادی، برای پایان یافتن ناامنی در تهران و برگزاری آیین‌های نوروزی بدون دلواپسی، دولت اعلام کرد که از 29 اسفند نظمیه تهران به سبک اروپا با 8 کلانتری آغاز به کار خواهد کرد. سال 1294 خورشیدی برابر با 1916 میلادی، نیروهای روسیه که در جنگ جهانی اول به بهانه بیرون راندن آلمانی‌ها و عثمانی‌ها با نقض بی‌طرفی ایران در قبال دولت‌های متحارب وارد ایران شده بودند، شهر مرکزی اصفهان را تصرف کردند. سال 1309 خورشیدی برابر با 1931 میلادی، استالین، کروپسکای لنین، بیوه لنین را از کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بیرون راند. سال 1333 خورشیدی برابر با 1955 میلادی، دکتر مرتضی یزدی از سران حزب کمونیست توده و وزیر سابق در مخفیگاهش دستگیر و زندانی شد.